سلام و درود دوستان امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید برنامه امروز به مشکلی که ممکنه شما هم با آن دوچار باشید اختصاص داره و اون کمبود روی در این ویدیو میخوام روی یا زینک رو تعریف کنم کار کردشو بگم و به کمبود روی و علائمی که ایجاد میکنه و عوارض آن بپردازم زینک یا روی ماده معدنی کمیابیه که بدن نمیتونه اونو بسازه و ما مجبوریم به طور منظم اونو از غذاها دریافت کنیم اگرچه بدن ما به مقدار اندکی زینک در روز نیاز داره و اون 8 میلی گرم برای زنان و 11 میلی گرم برای مردانه اما همین مقدار کم در بدن ما هزاران کار انجام میده و کم بوده اون میتونه مشکلات بسیاری برای بدن به وجود بیاره زینک برای رشد طبیعی بدن سلامت دی ای و آر این ای، سلامت استخوان ها تحریک فعالیت حداقل 100 آنزیم مختلف برای ساخت پروتئین در پوست ناخون ناخن و هورمون ها تنظیم خلق و خوب، سلامت قشای سلولی، تکثیر سلول ها، رشد و تکامل دستگاه تولید مثل، تقویت سیستم ایمنی، تنظیم اشتها و حس چشایی و بویایی، ترمیم زخم و سلامت پوست لازمه. مشکلی که وجود داره کمبود روی در خاکیه که مواد غذایی ما در آن خاک رشد کنن و غذاهایی با میزان کم روی تولید میشه. و مصرف شکر، کربوهیدرات تصفیه شده و غذاهای ناسالم و فسفود. جذب زینک و سایر مواد مغذی رو کاهش میده و سبب کمبود اونا میشه. کمبود زینک فرد و نسبت به بیماری ها آسیب پذیر میکنه. روی عنصریه که کارکردهای زیادی در بدن داره. این عنصر به طور طبیعی در بیشتر غذاها و خوراکی ها یافت میشه. اما به صورت مکمل غذایی نیز در دسترس شما هست. موضوع مهمی که وجود داره اینه که افراد زیادی دچار کمبود روی هستند. در آمریکا 12 تا 40 درصد مردم و در ایران آمار دقیقی متاسفانه وجود نداره اما در تحقیقی که در سال 89 چاپ شد تقریبا 9 تا 87 درصد مردم استان تهران کمبود روی داشتند و این آمار در مناطق شهری بیشتر بود در هر حال شما هم ممکنه علائم کمبود روی رو داشته باشید اما متوجه آن نشید و من امروز در این ویدیو به 18 علامت کمبود روی میپردازم که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد. از نقطه های سفید روی ناخون ها تا از دستهی غیر قابل توضیح وزن. پس تا انتهای ویدیو با من بمانید. شماره یک سندروم پیش از قاعدگی سندروم پیش از پریود میتونه تغییرات جسمی، روانی و رفتاری در فرد ایجاد کنه که این حالت در فاز لوتعال یعنی زمان بین تخمک گذاری و پیش از شروع پریود اتفاق میافته. افزایش سطوح زینک در بدن میتونه به رفع این علائم کمک کنه. مصرف 8 میلی گرم روی برای کارکرد درست دستگاه بدن کافیه و این با خوردن غذاهای دارای زینک امکان پذیر میشه. مثل غذاهای دریایی، گوشت گاو، آجیل، دانه ها، لبنیات، حبوبات و قلات. پژوهش‌ها نشان داده است غلظت بالای زینک در خون علائم سندروم پیش از قاعدگی را در زنان جوان کاهش میده. شماره دو موهای زاید صورت اکثر خانم ها به رشد موهای زاید صورت حساسند و این میتونه شما رو مجبور به رفع اونا کنه اما توجه داشته باشید که این حالت ممکنه به علت کمبود روی ایجاد شده باشه و علامت کمبود روی در بدن باشه پژوهشان نشان داده است زنان مبتلا به سندروم تختان پولیکیستیک که چهار میلیگرم مکمل زینک را به مدت سه ماه مصرف کرده بودند موهای زاید کمتری نسبت به گروهی که زینک مصرف نکرده بودند داشتند بنابراین شما میتونید مصرف مکمل زینک را در برنامه مراقبت از پوست خود در نظر بگیرید تا موهای زاید کمتری در صورت خود داشته باشید. شماره 3. ناتوانی جنسی و مشکل در باروری زینک بر روی کمیت و کیفیت اسپرم های تولیدی شما اثر میذاره و با افزایش سن میزان تستوسترون کم و کمتر میشه. زینک به بدن کمک میکنه تا تولید طبیعی سطوح تستوسترون را حفظ کنید. کمبود زینک در مردان سبب کوچک شدن بیزه ها، ضعف ها، کم شدن کیفیت اسپرم و بزرگ شدن پروستات میشه. اگه اینطوره یعنی مشکل باروری دارید بنابراین مصرف روزانه زینک برای شما امری حیاتیه چون بدن نمیتونه زینک رو ذخیره کنه و شما باید هر روز اونو مصرف کنید تا مشکلتون از این ناحیه حل بشه اگه شما 19 تا 50 سال سن دارید به 14 میلی گرم زینک در روز نیاز دارید اما دقت کنید که مصرف زیاد زینک سبب مسمومیت میشه به هر حال کمبود زینک باعث ناتوانی جنسی و مشکل در باروری میشه شماره چهار اختلال رشد و نمو در بچه ها زینک برای ساخت بافتای جدید بدن بسیار ضروریه و سبب تقویت تشکیل کلاژن و ساخت قزروف و استخانهای محکم و قوی خواهد شد و برای تکمیل گوارش غذاها نیز ضروریه و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی از ابتلاع بچه ها به بیماری ها جلوگیری میکنه. در هر حال اگر بچه شما بد غذا است ممکنه دچار کمبود زینک باشه. شماره 5 شکنندگی پوست شدن و لکه های سفید ناخن. دکتر شما ممکنه ناخون هاتون رو معاینه کنه و شکنندگی و پوست شدن اونا رو از علائم کمبود زینک تشخیص بده. ناخون ها تا 6 ماه زمان نیاز دارن تا رشد کنند و بروز لکه های سفید روی ناخن نشان دهنده اینه که شما از ماها قبل به کمبود زینک دچار شدید. خوردن مقادیر زیاد کربوهیدرات های فراوری شده و شکر زینک را در بدن کاهش می دهد و سبب بروز لکه های سفید در ناخن ها زینک برای تولید کراتین سالم و قوی در ناخن ها ضروریه. در موارد کمبود شدید زینک لکه های سفید به شکل خط افقی از چپ به راست در عرض ناخونها گسترش پیدا میکنه و ناخونها برای سال ماندن به پروتئین نیاز دارن و زینک به جذب بهتر پروتئین در بدن کمک میکنه بدون زینک ناخونهای شما شکننده و ترک خورده میشن و پوست دور ناخن ها هم پوسته شده و از ناخن جدا میشه حتی در موارد شدید سبب سفتی و التهاب پوست دور ناخن ها میشه اگه تصمیم به استفاده از مکمل زینک گرفتید به یاد داشته باشید با نظر پزشک خود اون رو مصرف کنید تا از عوارض جانبی ناخوشایند مصرف خودسرانه دارو در امان بمانید شماره شش اکنون به راز ریزش غیرقابل کنترل موها می رسیم. ریزش مو دلایل زیادی داره از جمله تغییرات هورمونی، بیخوابی و کمبود مواد مغذی که می تونه در هر شخص و هر سنی ایجاد بشه. اما یکی از دلایل اصلی اون هم کمبود زینکه. زینک در ساخت دی ای، پروتئین و هرمونها ها دخالت داره که این موضوع در تولید موهای محکم، زخیم و سالم ضروریه. زینک همچنین به قدرت پوست برای ساخت سبوم کمک میکنه. سبوم روغنی طبیعی است که پوست سر و مو را مرتوب کرده و از بروز شوره سر جلوگیری میکنه. بنابراین اگر ریزش غیر قابل کنترل یا نازک شدن مو در جلو و بالای سر دارید، مصرف مکمل زینک را زیر نظر پزشک خود آغاز نمایید. در یک پژوهشی که انجام شد مشخص شد که کمتر از 70 میکروگرم در دسیلیت زینک در خون ارتباط مستقیم با ریزش مو داره. میزان نرمال آن 70 تا 150 میکروگرم در دسیلیتره. این ریزش مو یا آلوپسی به طور کامل با مصرف مکمل زینک قابل برگشته. اگر تا اینجا ویدیو برایتان مفید بوده است لطفا کانال را سابسکرایب، ویدیو را لایک و زنگوله را بزنید. شماره 7 مشکل در حس بویایی و چشایی از دست دادن حس چشایی و بویایی از عوارض کمبود زینک است بدن شما از روی برای ارسال سیگنال هایی از جوانه های بویایی و چشایی به مغز استفاده میکنه و شما میتونید بوها و مزه های متفاوت را از هم تشخیص دهید پژوهش ها نشان داده است اختلالات چشایی از علائم شایع نورولوژیک است که به دلیل بیماری های ژنتیک ضربه به سر، سرطان، سرماخوردگی، عفونت های ویروسی و حتی کووید 19 به وجود میاد. اما در اکثر موارد به علت کمبود زینک نیز ایجاد میشه. در عفونت ها و سرماخوردگی بدن برای مبارزه با عفونت زینک رو مصرف میکنه و چیزی برای حس چشایی و بویایی باقی نمیمونه. بنابراین شما بو و مزه را در این بیماری ها حس نمی کنید. شماره 8 کاهش وزن این علامت کمبود روی به از دست دادن حس چشایی نیز مربوطه چون سبب تغییر در عادات غذایی فرد و کاهش وزن میشه اگه قبلا شما برای کاهش وزن اقدام کرده بودید و ناموفق بوده ممکنه این از دسته وزن مطلوب شما باشه اما این کاهش وزن سالم نیست و اگه شما در کمتر از 6 ماه 5 درصد وزن خودتون رو بدون انجام ورزش و رژیم غذایی از دست بدید به کمبود روی مبتلا هستید. شماره 9 افسردگی و تغییرات خلقی معمولا افراد مبتلا به افسردگی دارای کمبود روی هستند. زینک برای کمک به ساخت انتقال دهنده‌های عصبی و هورمون ها مورد نیازه. دوپامین یکی از این هورمون هاست. دوپامین شما رو شاد و خوشحال میکنه. بدون زینک شیمی مغز شما از حالت تعادل خارج میشه و اختلالات خلقی مثل افسردگی استرا و اختلالات دو قطبی ایجاد میشه. زینک به های مغز کمک میکنه تا با هم ارتباط برقرار کنند و یک سیستم عصبی فعال به مغز کمک میکنه تا حافظه خوبی داشته باشه. اما اگر اختلال در عملکرد شناختی داشته باشید ممکنه به کمبود زینک دچار باشید. زینک برای رشد مغز کودکان بسیار ضروریه. پژوهش ها نشان داده است زینک علائم ADHD را برطرف میکنه. ADHD به اختلال کم توجهی و بیش فعالی گفته میشه. در کل زینک برای عملکرد سالم مغزی ضروریه. شماره ده مشکلات پوستی زینک نقش مهمی در تولید کلاژن بازی میکنه کلاژن پروتئینی ساختاری است که یک پارچگی پوست رو حفظ و اون رو نرم قابل انعطاف و سالم نگه میداره بدون زینک کافی زنان باردار و افراد دارای اضافه وزن دچار ترک های پوستی میشن در مورد ترک های پوستی ویدئویی دارم که لینکشو بالای صفحه میبینید کمبود زینک سبب خشکی پوست، خارش و جوش های چرکی و غیر چرکی و پوسته شدن میشه که به آن درماتیت میگن. یکی از دلایل آکنه و اکزما هم کمبود زینکه. اگر راش های پوستی و این جوش ها برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه ممکنه عفونی بشه که از علائم ضعف سیستم ایمنیه. هرچند شما رژیم غذایی مناسب و کافی هم داشته باشید اما با مصرف زیاد الکل زینک در بدنتون جذب نمیشه و این هم یکی از دلایل کمبود زینک میتونه باشه شماره 11 ضعف سیستم ایمنی اگر در زمستان اکثرا مریض میشید به کمبود زینک شک کنید زینک با حمایت از قده تیموس سبب تولید سلول های تی میشه سلول های تی بخشی از سیستم ایمنی شما رو تشکیل میده که با ویروس ها، قارچ ها و باکتری ها قبل از اینکه اونا بیماریزا بشن مبارزه میکنه. زینک برای ساخت گلوتاتیون در کبد مهمه و گلوتاتیون آنتی بسیار مهمیه که فرایند پیری رو کند و التهاب رو در سراسر بدن کاهش میده. زینک از بروز بیماری های خود ایمنی نیز پیشگیری میکنه و در برابر عفونت هایی که از راه دهان وارد بدن میشه ایمنی ایجاد میکنه و سموم رو از بدن دفع میکنه زینک به قدری قوی و موثره که شروع خوردن مکمل اون بعد از 24 ساعت از بروز سرماخوردگی علائم و دوره سرماخوردگی رو کاهش میده حتی میتونه ابتلا به عفونت های مجاری تنفسی فوقانی رو هم کاهش بده شماره 12 افزایش قند خون بالا رفتن از سطوح قند خون دلایل زیادی داره و یکی از علل اون کمبود زینکه زینک یکی از تنظیم کننده های اصلی قند خونه مطالعات نشان داده که مصرف زینک باعث کنترل سطح قند خون در افراد دیابتی میشه ماده معدنی زینک نقش کلیدی در عمل کرده انسولین ایفا میکنه و مکمل زینک در افراد دارای مقاومت به انسولین میتونه از شروع دیابت پیشگیری کنه. از اونجایی که قند خون افراد دیابتی در سطح بالایی قرار داره، مصرف مکمل های زینک برای کنترل و کاهش قند خون این افراد توصیه میشه. دیابت نوعی بیماری مزمنه که افراد بسیاری در سراسر جهان به اون مبتلا هستند. این بیماری با توجه به میزان قند خون در بدن به دو نوع یک و دو تقسیم میشه که در صورت عدم درمان یا کنترل احتمال ابتلا به بیماری های قلبی، عروقی، مشکلات کلیوی، کاهش بینایی و غیره رو افزایش میده. برخی از مطالعات علمی نشون داده که زینک در تثبیت قند خون تاثیر فراوانی داره و همین دلیل بسیاری از پزشکان زینک رو برای کنترل کوتاه مدت و بلند مدت سطوح قند خون تجویز می کنند. با مصرف این قرص ها توانایی بدن برای استفاده از انسولین افزایش پیدا میکنه و سطوح قند خون به راحتی کنترل میشه. همچنین مکمل زینک برای جلوگیری از ابتلا به مقاومت انسولینی و در نتیجه دیابت نیز به کار میره. شماره 13 دیر خوب شدن زخم ها از اونجایی که زینک برای ترمیم قشاهای سلولی و رشد سلولهای جدید و سالم پوست ضروریه اگر زخم، خراش، سوختگی و بریدگی های سطحی پوست شما دیر خوب بشه دچار کمبود زینک هستید. زینک در عمل کرده سطح آنزیم در بدن دخالت داره. سرعت ترمیم زخم واکنش اختصاصی بدن به لزوم وجود زینکه. کمبود زینک التیام زخم رو طولانی میکنه. دریافت کافی زینک از رژیم غذایی روزانه به ترمیم بافت های آسیب دیده و پیشگیری از آسیب لایه های داخلی پوست در آینده نیز کمک میکنه. یکی از راههایی که نیاز روزانه شما رو به زینک برطرف میکنه استفاده از جوانه حبوبات و غلات در رژیم غذاییه و توجه بفرمایید که مکمل زینک رو نباید همراه با کلسیوم مصرف کنید چون کلسیوم مانع جذب زینک میشه شماره 14 یکی دیگه از علائم کمبود زینک مشکلات دفع مثل مدفوع آبکی و اسهاله البته مشکلات دفع علل دیگه ای مثل بیماری های التهابی روده مصرف ملین ها و مسمومیت های غذایی داره اما کمتر به کمبود زینک به عنوان علت اسهال توجه شده پژوهش ها نشان داده است کودکان دچار سوء تغذیه در کشورهای توسعه نیافته با مصرف مکمل های زینک دوره های بیماری را سریعتر طی کرده و زودتر خوب میشن. بنابراین نتیجه میگیریم که مصرف مکمل زینک میتونه اسهال و حرکات روده رو آرام کنه. شماره 15 مشکلات بینایی زینک برای کمک به انتقال ویتامین آ از کبد به چشم ها مورد نیازه و به ساخت پیکمان های بینایی در شبکیه کمک میکنه. که سبب دیدی شفاف، واضح و رنگی برای شما میشه. کمبود زینک سبب شبکوری، خشکی چشم، کاتاراکت و دژنراسیون ماکولا یا لکه زرد میشه. شما در مورد تخریب ماکولا یا ماکولا دژنراسیون چیزی شنیده اید؟ چشمان شما دروازه‌ای به دنیای بیرونه. با افزایش سن، شبکیه شروع به نازک شدن میکنه و سبب تاری دید و تحریک چشم میشه. که به آن دژنراسیون خشک میگن که ناشی از کمبود زینک میتونه باشه. دکترای چشم برای رفع تاری دید ویتامین و زینک تجویز میکنند. شماره 16 نفس کم آوردن اگه شما در بالا رفتن از پله ها، کوهنوردی و پیاده روی به آسانی نفس کم میارید، ممکنه به کمبود زینک دچار باشید. زینک در ساخت آنتی هایی که از قلب محافظت میکنند دخالت داره. این آنتی اکسیدان ها اکسیژن رسانی خوبی رو برای قلب فراهم می کنن. بدون زینک و سایر آنتی اکسیدان ها نظیر ویتامین ای عملکرد قلب ضعیفتر تر میشه و فشار خون بالا میره و در این حالت موقع فعالیت فیزیکی شما گرسنگی هوا دارید. شماره 17 زخم دهان و معده اگه شما از زخم معده، دوازدهه و دهان رنج میبرید، ممکنه به کمبود زینک دچار باشید. مصرف زینک کافی در رژیم غذایی به ترمیم این زخم‌ها کمک میکنه و یکی از دلایل خوب نشدن این زخم‌ها میتونه کمبود زینک باشه. شماره 18 کاهش حس شنوایی آخرین علامت کمبود زینک است. اگر نسبت به قبل صدای تلویزیونتون رو بیشتر میکنید ممکنه به کمبود زینک دچار باشید. اگرچه کاهش شنوایی در اثر افزایش سن به وجود میاد اما یکی از دلایل اون کمبود زینکه. و شما میتونید با مصرف غذاهای سرشار از زینگ یا مکمل زینگ تحت نظر پزشک اونو به تأخیر بیاندازید. پژوهش ها نشان داده است پیشرفت کاهش شنوایی و وزوز خفیف گوش ناشی از افزایش سن با مصرف روزانه غذاهای سرشار از روی بهبود پیدا میکنه. علاوه بر این غذاهای غنی از زینگ مثل گوشت دارای ویتامین قدرتمند به دوازه نیز هست. این ویتامین محلول در آب سبب سلامت اعصاب ماهیچه ها و استخوان ها می شود در پایان خواهشمندم نظرات ارزشمند خود رو در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید و سوال های خودتون رو بپرسید تا در کمترین زمان ممکن به اونا پاسخ داده بشه خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید لطفا برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتون ویدیو را با اونا به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید بدرود